چرا اصلا بعدم که حتی اینا میشن حکومت‌های تک حزبی، یعنی آلمان، ایتالیا و حتی اسپانیا و همین جمهوری اسلامی که میگه حزب فقط حزب الله، چرا انتخابات برگزار میکنن؟ چه نیازی به انتخابات دارن وقتی که رهبر قدرت داره، ساختار حکومت در قانون تعریف شده، همون ساختار فاشیستی رو تضمین داره میکنه؟ و چرا انتخابات میذارن اصلا؟ حالا انتخابات قلابی هرچی در نظام های نیوفاشیستی، اینها تصور میکنن که انتخابات باید باشد به خاطر اینکه نشان بدهن به دیگران که اینها میخواهند به آرای عمومی، به آزادی ها و برخی از ارزش های انسانی وابسته و پایبند باشن. در این حال مست در نظر بگیریم که این نظام ها هر چقدر هم که سرکوبگر، بسته، توتالیتریان و از همه مهمتر فاشیست باشن، اینها به صورت جزیره های دور افتاده نیستن که در دنیا بخوان سلف سافیشنتلی به حیات خودشون ادامه بدن. اینها ناگزیر هستن با جهان تعامل داشته باشن، لذا تعاملات اقتصادی، تعاملات تجاری و دیپلماتی و غیره گاهی اوقات تضییقات رو به اونها تحمیل میکنه. اینها برای که بتونن از اون تضییقات عبور بکنن و راه رو حتی برای حیات خودشون با دنیا، جامعه بین الملل باز بکنن، ناچار از برگزاری انتخابات نمایشی هستن. فهم من از فرمایش شما و یه نکته جالبی رو عرض بکنم که در ایتالیا مثلا مجلس خبرگان داشتن، مثل جمهوری اسلامی، شورای ملی فاشیسم مجلس خبرگان فاشیسم ایتالیا بود. یعنی این شورا تنها مرجعی بود مثل مجلس خبرگان که میتونست رئیس حکومت، که لقب موسولینی بود، رئیس حکومت رو برکنار کنه، رهبر رو، که البته اواخر عمر موسولینی این کارو کرد اون مجلس خبرگانشون، شورای ملی فاشیسم.